سلام دوستان، میخوایم با اره دور کن MDF رو فارسی کنیم. همراه من باشید تا آخر ویدیو بهتون بگم چه تیغی مناسب فارسی کاریه. برای هر قطعه با ابعاد از کدوم گونیا و از کدوم طرف اره استفاده کنید. نکته هایی رو بهتون میگم که به راحتی بهتون آموزش نمیدن. خیلی مهمه برای بالا بردن کیفیت کارتون و سلامت و ایمنی خودتون. ممنون که ما رو لایک میکنید. مطلب اول، برای فارسی باری در راستای طول یک قطعه باریک یا اصطلاحاً قید. نکته طلایی اینه که شما سایز نهایی قطعتون به علاوه 2 میل عمود بر راستایی که میخواهید فارسی کنید، مثلا برای 13 سانت 13.2 میل عرض قطعه رو به صورت نهایی ببرید، یعنی یک محصول 2 میل بزرگتر از محصول نهایی رو آماده کنید. دوستان، دو فرایند فارسی کاری رو میخوایم با هم تست کنیم. یک فارسی کاری در راستای طول، دو فارسی کاری در راستای کله کار. تفاوت‌ها و امکان‌هایی که اره دورکن به ما میده برای فارسی کاری رو با هم میبینیم و شما تصمیم بگیرید که چه امکانی برای چه کاری مناسب تره. یه نکته فرعی دوستان بگم، برای فارسی کاری در هر راستا و با هر گونیا فراموش نکنیم، مخصوصا توی MDF برعکس تیغ که ما میگیم خیلی از سطح کار بالاتر نیاین، تو فارسی بری حتما تیغتون رو 2 برابر ارتفاع ورق و ضخامت ورقتون بیارید بالا. دلیل عمدهش هم اینه که شما تو فارسی کاری دارید در راستای وتر یک قطعه رو میبرید، یعنی یک MDF با ضخامت 16 میل چیزی حدود 24 میل مقطع برش به شما میده، یعنی سطح درگیری همزمان تیغ با چوب بیشتر از حالت نرماله. به همین علته که تیغ ها تو فارسی بری زودتر ضعیف میشن و تو فارسی بری فشار به قطعه میاد، گاهن قطعتون سیاه میکنه. بهتون میگم چیکار کنید که این قطعه سیاه نشه. 1:60، 1:50. لطفا یکم بیا جلوتر همکار عزیز. این قطعه همونطور که میبینید از 60 بزرگتره و این قطعه از 50. حالا گزینه‌ای که ما داریم اینه که میتونیم این قطعه رو سایز کنیم، میتونیم بزرگتر باشه با همون فارسی سایز کنیم. کجا دوستان این امکان رو داریم؟ وقتی یک کله یک قطعه رو با استفاده از واگن و گونیای سمت چپ فارسی میکنید، شما میتونید این قرار رو به زخامت به اندازه یک زخامت ورق کمتر از طول نهایی ببندید و کار فارسی رو انجام بدید. یعنی برای فارسی بری کله یک قطعه 60 سانت شما 58.4 گونیاتون رو ببندید، محصول نهایی از نوک فارسی تا انتهای صاف میشه 60 سانت. اینو با هم امتحان میکنیم. فارسی بری در راستای طول بعضا دوستان میان از این گونیا استفاده میکنن، عدد نهایی رو منهای یه خوراکره میبندن، مثلا 2-3 میل کمتر، و محصولشون رو میذارن اینجا فارسی میکنن. نکته هایی که وجود داره، این سمت تمیز کار منه و من میخوام در این جهت این فارسی بشه. اگر از این گونیا استفاده کنم چند مسئله به وجود میاد. یک، باید قطعه رو از سمت کثیف رو بذارم که فارسیم در راستای درست و جهت درست در بیاد. دو، چون تیغ به این سمت خوابیده به خود قطعه کار موقع حرکت فشار میاره، هم از نظر ایمنی و سلامت کار غلطیه و همین که کیفیت سطح برش شما بسیار پایین و با سوختگی خواهد بود. ما صرفا برای اینکه نتیجه رو ببینیم یک بار این کار انجام میدیم. خیلی سریع اشکالاتی که به این روش وارده رو با هم دوره میکنیم. این قطعه کار ما و هدف اینه که این قطعه تمیز در بیاد. همونطوری که ملاحظه میکنید سطح برش قسمت پرتی کار بسیار تمیز، یک نواخ و رنگ روشنه، اما سطح قطعه کار که قرار است برای ما محصول نهایی باشه کثیف، دوچار خط تنشی و بسیار سیاهه. از من بپذیرید که عرض قطعه کارم در این روش سر تا سر یک اندازه نمیشه، اما بزرگترین ایرادی که به این روش وارده اینه که شما سطح تمیز کارتون زیر قرار گرفته و تیغ هنگام خروج از قطعه لبپری شدید ایجاد میکنه. اما این قسمت که قطعه پرت ما بوده و روی کار بوده سطح تمیزتری داره، اما عملا ما این قطعه رو باید به پرتی هامون اضافه کنیم. حالا طول مقابل همون قطعه و جایی که ضرب در زدیم رو به این روشی که من خدمتون میگم فارسی میکنیم. توجه داشته باشید تو این روش گونی ها رو میکشیم عقب تا جایی که وقتی ابعاد قطعه کارمونو حداقل 13 میل یا بیشتر تنظیم میکنیم، الان من روی 16 میبندم، با خود تیغ برخورد نداشته باشه. یعنی شما میای جلوتر تا نزدیک تیغ
هر چقدر این فاصله کمتر باشه فشار تنشی کمتری به قطعه کار میاد. پس چی شد؟ گونیامون روی 13 میل یعنی 16 میل زخامت MDF به علاوه منهای یک خورا کرده و به بیشتر میبندین. با توجه به مقداری که شما بزرگتر گرفتید اینجا دستتون باز. نکته‌ای که وجود داره توی این روش اینه که شما با استفاده از واگن ولی تکیه به قرار سمت راست همین سطح رو فارسی میکنید. مادامی که شما این قطعه رو میچسبونید اینجا تمام مدت این قطعه باید با گونی های سمت راست در تماس باشه، یعنی در زبان فارسی کاری به این صورت تنشی جدا نشه. اگر تمام مدت فشار روی این باشه قطعا یه سطح فارسی بسیار تمیز به شما میده. یه مطلب رو هرگز فراموش نکنید، حتما گونی های واگن رو بکشید عقب نزدیک به ابتدای این گونی ها. شما میتونید فقط برای شروع این گونی ها 2 سانت عقب‌تر باشه و بعد از شروع فرایند فارسی کاری قطعه کارتون مماس به گونی های سمت راست و همیشه در اتصال به این گونی ها حرکت کنه. یعنی چی؟ یعنی این قطعه نمیتونه بدون گونی ها در این راستا فارسی بشه. تا نصفه اول قطعه به مشکل نمیخورید، ولی از جایی به بعد که مقدار زیادی از طول قطعه بیرون اومده شما برای فشار آوردن به این دوچار تنش حول نقطه اتصال تیغ میشید، یعنی این اتفاق براتون میفته. پس واگن رو میکشید عقب همزمان مماس به گونی های سمت راست و در اتصال همیشگی با گونی های واگن قطعه کارتون رو حول میدید با یه سرعت ایدال که صدای تیغتون در نیاد، در اصطلاح نعره نکشه. خیلی با آرامش و سرعت یک نواخت قطعه کارتون رو رد کنید. حتما دقت کنید قطعه کار از بعد دوم تیغ خارج بشه، یعنی تا اینجا اومدین قطعه کار رو بر ندارید، باید از دهنه تیغ وارد بشید و از پشت تیغ خارج بشید. بهترین روش برای فارسی کاری قطعات بلند با عرض کم استفاده از گونی های مرکب یا هر دو امکان اره دور کنه. ما دوستان نکته طلایی که گفتم، از چه تیغی برای برش MDF و علل خصوص فارسی کاری استفاده کنیم؟ از تیپ TCG دندونه که مخصوص برش اجسام با تراکم بالای، همونطوری که قبلا توی پست براتون اینا رو توضیح دادم، و حداقل 96 دندونه برای اره‌های دورکن با قطر 30 و 96 دندونه بسیار مناسبه. این نکته رو فراموش نکنید، برای فارسی کاری به دلایلی که خدمتون گفتم یک تیغ جدا داشته باشید که تیغ تاب نداشته باشه، دندونه های سالم و با عمر خوردگی برابر باشه. حتما تیغ فارسی کاریتون رو همیشه یک جا بدید برای تیز کردن، این نکته رو هم قبلا گفتم. و فراموش نکنیم که ما تو فارسی کاری 1.5 برابر برش معمولی داریم از تیغ و ارمون کار میکشیم، پس سرعتمون هم باید چیز حدودش 50-60 برابر کمتر از سرعت برش معمولی باشه. این دوتا نکته بسیار مهمه که خیلی ها در نظر نمیگیرن. برای یک برش فارسی سالم سرعت دستتون حتما کمتر از حالت نرمال باشه و از تیغ مناسب است. ممنون که همراه من بودید. من تلاش کردم به صورت خلاصه و برای شروع این آموزش رو در نظر بگیرم. حتما در پست های بعدی جمع کردن یک محصول نهایی، مثلا یک شلف یا یک جعبه تمام فارسی رو براتون آموزش میدم. سعی کردم حجم اطلاعات زیاد نباشه، دوستان حرفه‌ای‌تر منو ببخشن. و در نهایت ممنونم که همیشه ما رو حمایت میکنید. نظرات شما چه مثبت چه منفی باعث دلگرمی ماست. ما رو فراموش نکنید، به هم کمک کنیم با اطلاعات بهتر و بروزتر و به این صنف خدمت کنیم. یا حق.